وقتی که در مورد شهرهایی در حاشیه کویر صحبت می‌کنیم، شهرهایی مثل یزد، می‌بینیم که مصالح موجود برای ساخت ساختمان‌ها کامل در دسترس نیست. نه چوب وجود داره، نه سنگ وجود داره، نه ابزاراتی که بشه که ساختمان‌هایی رو ایجاد کرد. و تقریبا این شهرها بر پایه هیچ بنا شده. تنها داشته مردمان حاشیه کویر ایران آب و خاکی است که تازه آبش هم رو از یک محل دیگری با قنات‌هایی که حفر می‌کنن به شهر می‌رسونن و با همین تنها داشتهشون یعنی آب و خاک تمام ساختمان‌ها و سازه‌ها، خانه‌ها، حسینیه‌ها، مساجد، سازه‌های نظامی و حتی سازه‌های آبی مثل آبانبار و آسیاب و نظایر اینها رو ایجاد می‌کنن. این اوج خلاقیت نبوغی است که در طول دوران تاریخی مردمان این خطه بهش دست پیدا کردن تا اینکه با ابداع خشت همه این بناها رو بتونن که ایجاد بکنن و شهری رو درست بکنن که با تنها با خشت ایجاد شده. یزد به عنوان بزرگترین شهر خشتی جهان در فهرست آثار جهانی هم به ثبت رسید. بعد از ثبت یزد روند مرمت‌هایی که در سطح شهر انجام شد که عمدتاً بیشتر با مصالح فعلی انجام میشد، مثلا ما در برخی از مناطق از آجر هم در مرمت‌ها استفاده می‌کردیم، روند یه خورده تغییر کرد و خشت جایگزین مصالح دیگر شد در مرمت ها و سعی شد که در مرمت و حتی بازسازی ها از خشت دوباره استفاده بشه. کارگاه های تولید خشت به سرعت افزایش پیدا کرد در نقاط مختلف استانی است و ما تعداد بسیار زیادی خشت رو در کارگاه های مختلف امروز داریم مصرف میکنیم. فقط تولید خشت در کارگاه های مرمتی میراث فرهنگی استان به بیش از 1 میلیون خشت در سال رسیده که این حجم با توجه به میزان تولیدی که ما در سالهای گذشته داشتیم یک رکورد قابل توجه است. امروز اکثر بناهای تاریخی یزد مثل نارین قلعه میبد، مثل قلعه ملکی هرات، قلعه و خود حصار بافت تاریخی از قلعه ابرندآباد و سایر سازه های خشتی که از گذشته وجود داشته و امروز داره مرمت میشه یا بازسازی میشه با خشت این کار انجام میشه و ما سعی کردیم که همون دانش گذشته رو که در سالهای متمادی تکامل پیدا کرده رو بتونیم برای همین سازه ها هم دوباره استفاده بکنیم. خدا رحمت.